از اول مبنا این هستش که زن نمیتواند. زن بودن یک جور مبارزه همیشگیه. زن بودن یک جور دلهوره عمیق همیشگیه. قوانین ایران به زن حق سرپرستی بچهشو نمیده. اگر زنان حجاب اسلامی رو رعایت نکنن، یعنی موهاشون رو نپوشونن، مستلزم دریافت تا 70 ضربه شلاق هستن. مرد حق داشتن چند همسر همزمان دارن. زن برای اینکه خارج از خونه کار کنه میبایست از شوهرش اجازه بگیره. The testimony of a woman in court is half of that of a man. So just imagine if you get raped, it's you and him. There is nothing you can do. Because if there are no witnesses, there is nothing you can do. It's his testimony against yours and yours counts as half of his. سن مسئولیت کیفری از برای دخترها از 9 سالگی در نظر گرفته میشه. من میتونم برم ایران به عنوان یه مرد، خب، و بخوام با یه دختر 11 ساله 10 ساله ازدواج کنم، کسی به رضای قانونی نمیتونه بگه چرا. باید رضایت پدر رو داشته باشه. اگه رضایت پدر رو داشته باشم این کارو میتونم. بله میتونم. یورش رو با زنان شروع کردن، یورش به آزادی ها و حریم خصوصی رو و حق انتخاب حتی پوشاک رو با زنان شروع کردن و در دورهای مختلف شما میبینید شکل واکنش متفاوته. اول انقلاب تظاهرات همون دادگستریه که تو همون سال 57 اسفند ماه اتفاق افتاد، بعد سرکوب شد و بعد که هرچی پیش میریم بحران‌های سیاسی داخلی که منجر شد به اینکه خیلی از دختران جوان و زنان اعدام شدن، تیربارون شدن. شناسنامه این جنبش از روزی صادر شده که حجاب اجباری اعلام شد و زنان ایران در برابر حجاب اجباری در واقع اصلا لشکرکشی کردن. تاریخ اجمالی جنبش زنان ایران. تنها 2 ماه بعد از انقلاب با اجباری شدن حجاب به وسیله دولت، صدها هزار زن در مقابل ساختمان دادگستری در تهران دست به تظاهرات اعتراضی زدند. در سال 58 با حمله نظامی عراق به ایران جنبش زنان عقب نشست. در طول 8 سال جنگ هر گونه خواست عدالت خواهانه، برابری جویانه و مدنی به حاشیه رانده شد. با پایان جنگ در سال 67 فعالان حقوق زن راه خود را به رسانه‌های نوشتاری گشودند و با نوشتن مقاله، نقد و داستان مسائل زنان را در سطحی گسترده در جامعه مطرح کردند. پیامد چندین سال کار مطبوعاتی شکل گرفتن گروه‌ها و تشکلات زنان بود. مهمترین اقدام این گروه‌ها سازمان دادن کمپین 1 میلیون امضا بود. این کمپین با هدف جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز شکل گرفت. فعالیت کمپین با واکنش تند نیروهای قضایی و امنیتی کشور مواجه شد و کنشگران نتوانستند بیش از چند صد هزار امضا گردآوری کنند. کمپین سرکوب شد، اما فعالیت برابری خواهانه زنان ادامه یافت. چندی بعد، در سال 1388 جنبش زنان نیرو و تاکتیک‌های خود را به جنبش سبز وام داد.
حضور پررنگ زنان در صف اعتراضات خیابانی نمود دیگری از اهمیت آنان در شکل‌گیری این جنبش بود. سالهای زیادی، شاید حدود یک قرنه که بدن زن به کانون سیاست در ایران تبدیل شده. در دوره‌های اخیر نسبت به این کانونی بودن بدن زن در مبارزات سیاسی یک نوع خودآگاهی وسیع به وجود اومد، نسبتاً وسیع به وجود اومده. من از یه کشوری میام که مهمترین مسئلهش در مورد زنان مسئله کنترل زنان هست، به دلیل اینکه کنترل زنان یکی از در واقع اصول هویت بخش اسلامگرایی مذهبی در ایران هست. بنابراین به شدت مسئله زن مسئله سیاسی هم هست در ایران. مهمترین خواسته فعالان زنان تبعیضات قانونیه که در قانون وجود داره و این تبعیضات انقدر روشن و حتی من از واژه مسخره استفاده میکنم، مسخره است که قابل تحمل نیست. اصول 20 و 21 قانون اساسی، اصول 20، اصل 20 میگه که همه در مقابل قانون برابرن، منتها بلا فاصله یک خط ریز اون گوشش هست بر اساس موازین اسلامی. من یک مادر بودم، وقتی که طلاق گرفتم اجازه زندگی کردم و پسرم رو نداشتم، یعنی اصلا به من اجازه داده نشد که بهش فکر بکنم توی اون دادگاه و مطرحش بکنم و خیلی صاف گفتن که حق حضانت بچت با پدرشه. ببین یه داستانی که باعث شد که من قسم بخورم که تا آخر عمرم برای حقوق زنان به جنگم این بودش که من یه بچه 7 ساله داشتم، ببخشید یه بچه 4 ساله داشتم و یه شوهری داشتم که باش تو انقلاب ازدواج کرده بودم و در واقع بنا بودش که با هم دیگه در واقع زندگی کنیم، یعنی یه زندگی انقلابی رو ما انتخاب کرده بودیم. ولی یه روز به خاطر اختلاف نظرهایی که داشتیم، به خاطر که حالا هم سیاسی بود هم اجتماعی بود در مورد همه چی بود، من اومدم با هم دیگه حرفمون شد سر این اختلافاتی که داشتیم و بعدش اون رفت سر کار، منم اومدم برم. اون موقع درس حوزه میخوندم خصوصی پیش یه خانومی درس میخوندم، یه پیش یه دختر جوونی. خلاصه ایشون رفت سر کار، منم رفتم در واقع چادرامو سرم کردم و رفتم تخت تخت در زدم، گفتم که من اومدم خب درس بخونم دیگه مثل هر روز. بعد اون اسمشم زهرا بود، گفتش که یهو قرمز شد، گفتش که ببین من نمیتونم رات بدم خونه و نمیتونم به درس بدم. یهو من اصلا خیلی شوکه شدم، گفتش که شوهرت قبل از اینکه بره سر کار اومده اینجا و به من گفته که تو حق نداری دیگه به خانم من درس بدی و من راضی نیستم که تو بهش درس بدی و برای همین من تو نمیتونم اجازه بدم که تو بیای درس بخونی برای اینکه شوهرت راضی نیست. من اصلا خورد شدم اونجا، خورد شدم و گفتم باشه. اومدم خونه، فقط یادم میاد که وسط اتاق نشستم و با خودم داد میزدم بلند بلند و احساس میکردم که همه چیم، همه هویتم، همه شخصیتم نابود شده و همون موقع بودش که با خودم قسم خوردم،
گفتم اجازه نمیدم هیچ وقت حق هیچ زنی از بین بره و تا آخر عمرم براش میجنگم و دست بچه‌مو گرفتم از اون خونه اومدم بیرون. اگه یه نفری بخواد وارد ایران بشه از هواپیما اصلا بیاد بره توی خیابون مردم رو بخواد ببینه، از کجا میفهمه این جامعه اسلامیه؟ فقط از طریق حجاب زنها متوجه این قضیه میشه، به دلیل اینکه خب همه چیز شبیه غربه، همه چیز مدرنه، لباسای حتی مارکایی که وجود داره، خود روابط اقتصادی ماشینا همون مارکو داره، میدونید؟ بنابراین چه تفاوتی وجود داره بین جامعه اسلامی که ایران میخواد باشه، نظام اسلامی ایران میخواد باشه، و یه جامعه‌ای که اسلامی نیست؟ خب همون لباس زناست و این لباس براش مثل یه پرچمه، مثل یه سمبل هویت بخشه. ما بچه های کوچولوی 7-8-10 ساله بودیم که خب شلوار و مانتو و مقنعه، مانتو مقنعه هم هر مقنعه نبود، باید چونه داشت، چونه کش داشت پشتش که یه وقت این حتی مقنعه شل نشه، و بعد مقنعه های بلند. ما هنوز حتی اندام زنانمون شکل نگرفته بود. See, right now in Iran, women are tied into the national honor of the system of governance, so that if women wear miniskirts, it looks bad for the whole nation. You know, it looks bad for their dad and their brothers, and then it moves on to the president and the supreme leader and everyone else. باور کنید بخش بزرگ مردم ایران اگر به نظر میاد زده حکومتی هم، بلکه میخوان فقط زندگی طبیعی بکنن، فقط میخوان صبح پاشن هر لباسی دلشون خواست بپوشن برن بیرون. این مثلا یه خواسته مهم شده یه خواسته سیاسی که تا رژیم چینج اتفاق نیفته این آدمه به این خواستهش نمیرسه. ببینین، مادر من توی یک شرایط تبعیض‌آمیز رشد و نمو کرده، شروع زندگی مشترکش برمیگرده سالیان بسیار دور که عرف و سنت و قانون و همه چی میگفته زن اینه تعریفش و این تعریف رو پذیرفته. ولی مادر من به شرایط امروز من که نگاه میکنه با من همراهه. Well, if you would ask my grandmother whether she was oppressed, she wouldn't have understood what you were talking about. That's the way women live. You know, no alternatives. If you'd asked my mother, who lived pretty much the same way, although she did have a profession, she would have understood, and she was very bitter about it, but she didn't try to do anything about it. If you ask my daughters, they'll throw you out of the room, you know. Well, those are big changes.
جایان دارد که چندی همراه صحرا بگیرد سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرد مو به مو دارم سخنها نکته ها از انجمن ها بشنو ای سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران با شما همرازم اکنون با شما دم سازم اکنون ما توی جنبش زنان گروه های مختلفی رو داشتیم که روی موضوعات مختلفی کار میکردن مثل سنگسار مثل زنان که در واقع زنان شوهرکش مثل در واقع حجاب اجباری Until and unless women have a role in the courts, in the judicial systems, in making the laws And there's a difference between making the laws and executing them. So also enforcing those laws. There are going to be significant problems throughout society. اینقدر ما راجع به این مسئله راجع به وزیر شدن راجع به حضور در نیروهای انتظامی راجع به رئیس جمهور شدن اینقدر راجع به این چیزا صحبت کردیم که هیچ اشکال نداره که خانم یعنی من شخصا میدونم ممکنه خانم وحید دستجردی نگاه جنسیتی نداشته باشه ولی خوشحالم که وزیره یکی از کسایی که من مجلس آوردم آقای دکتر خرازی وزیر خارجه بود درخواست من از ایشون این بود که سفیر زن داشته باشیم و ایشون منصوب نکرد هیچ سفیری رو آخر سر که من بررسی کردم البته هیچ وقت ایشون در جلسه علنی این رو نگفت به شکل خصوصی گفتش که آقای خاتمی مخالفه و بعد من با آقای خاتمی گفتم که خرازی داره میگه که تو مخالفی و این خیلی زشته خیلی بده بعد ایشون گفتش که خرازی انداخته گردن من چون روش نشده بگه که آقای خامنه ای مخالفه وقتی یک حکومت فاسد میشه شما مطمئن باشید مثل آدمی میمونه که معتاده و برای نگه داشتن همسر خودش سعی میکنه همسرش هم معتاد کنه یعنی در واقع میخواد که با خودش یه همراهی بکشه و بیاره جلو بنابراین باید جامعه رو نسبت به اون بدیهایی که داره اتفاق میفته حساسیتشون رو کم بکنه شما مثلا ببینید کجای دنیا ممکنه که زن یک زندانی رو بگیرن زن سعید امامی رو حالا شوهرش بدترین گناهکار بوده ببرنش توی زندان و بدترین شکنجه رو بهش بدن و بدترین کلمات رو در شکنجه علیهش استفاده بکنن بعد این فیلمش منتشر بشه و آب از آب تکون نخوره و تو آقا سعید عشق میکردید بشکن میزدید که اون کار شد اون چه کاری بود که بعداً هم اتفاق افتاده؟ اون بزاری که عراق بود که حمله میکردن به تهران مناطق مختلف تهران که حمله میکردن در سالشن کنم به درست سوخته من دارم وزیر نورسبیل میگرم آقا پاشو بدیم ساعت خیلی خراب به حوامانی که موقع برنگ شد اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد یعنی اصلا نیومدن بگن خب این بازجوی این آقای جواد آزاده بهش تازه وقتی اومد بیرون یه جایزه هم دادن اومدن یه دفتر آژانس هوایی هم بهش دادن میدونین؟ یا اینکه مثلا آقای مددی
معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان. ایشون میاد دختری رو تحت فشار قرار میده که باید با من رابطه داشته باشی. این دختر میاد به بچه های دانشگاهشون میگه. بچه های دانشگاه برنامه ریزی میکنن. موقعی که این میره تو اتاق اون بچه ها میریزن فیلم میگیرن. چی میشه؟ دانشجوها رو اخراج میکنن، دختره رو اخراج میکنن، آقا هرم بعد از مدتی میگن این میخواسته اینو سیقه کنه. آقای روحانی در یکی از شهرها فیلمش اومد بیرون، شما حتما دیدین، که با خانم شوهرداری رابطه داشت. چه اتفاقی افتاد؟ اومد گفت من محلل بودم. یعنی هر گناهی، هر بزهی، هر فساد اخلاقی برای اونها مجازه و برای دیگران غیر مجاز، ولی اونقدر روی این کار کردن که حساسیت جامعه اونقدر سطحش پایین اومده که هر کدوم از این اتفاقا در هر کدوم از این کشورهای خارجی میتونست یک انفجار تبلیغاتی به وجود بیاره، ولی تو ایران به وجود نمیاره دیگه. این یه سیستمی هست که به هر حال نهادهای اجتماعی متعددی رو به وجود آورده. این نهادهای اجتماعی متعدد درسته که حکومتیه، ولی بخش بزرگی از مردم هم با این نهادهای اجتماعی در ارتباطن. و وقتی که ما میگیم مثلا این حکومت گرفتار فساده، نمیتونیم بخش بزرگی از مردم رو که شریک این فساد هستن با حکومت نادیده بگیریم. و این بخش علاقه نداره به اینکه یک اتفاقی در اون کشور بیفته و منافعش رو از دست بده. We have to be realistic about this. Take say the election in Iran, with the disputed election. Undoubtedly there was plenty wrong with the election. But the fact of the matter is, whether we like it or not, that the election was probably a pretty fair reflection of sentiment in the country. There have been extensive Western-run polls, both before the election and after the election, which show a breakdown of opinion, which is not far from what the election revealed. We may not like that, but we have to live in this world, not in some world we'd like to invent. So you think that Ahmadinejad has a lot of support? That's what it looks like from the Western-run polls. And those polls are carefully done by the polling agencies that have been taking polls in Iran for a long time and are experienced. And you know, maybe they're somewhat off, but probably not far off. اولین صدی که ما باش همیشه مواجه بودیم این بوده که قوانین ما بر اساس مذهب و فقه شیعه شکل گرفته و قابل تغییر نیست. You know, where does religion stop? And my personal view is the political dimension of Islam, that is the problem and that's what we should be debating and we should be really open about that. زنان مسلمان تلاش کردن که یک آشتی بین دین و حقوق زنان و تساوی حقوقی زن و مرد ایجاد بکنن و بیان ایراد بگیرن به این تفاسیر، بگن که اساس دین به ویژه اساس دین اسلام عدالت هست. The Quran itself as a document was set in a particular time of history and it is supposed to fix that time. Here is how it works. Scripture cannot transcend time. Every scripture comes in a context, a temporal context. Scripture, therefore, in terms of its function, has to be applied through the centuries. A scripture comes alive
through interpretation. Otherwise, it is a dead book. And if you try to apply it in this verbatim throughout the centuries, it loses. It becomes, rather than a symbol of enlightenment, it becomes a symbol of darkness and oppression. سکوت مطلق بود. و هیچ چیزی نداشتی به جز یه لیوان پلاستیکی و یه پارچه پلاستیکی. هیچی. یه پتو برای زیر داشتم، یه پتو برای رو که جفت این دوتا پتو استفراغی بود. یه سلول بود قد قبر که وقتی دستا رو باز میکردی اینقدر بود و قد خود آدم و بسیار بلند و نوری که 24 ساعت روشن بود و حتی حق نداشتی که به در بزنی، یعنی در رو بزنی که کسی، و حتی حق نداشتی بگی مثلا من مریضم یا مثلا من هر چیزی رو میخوام، هیچی. بازجویی بسیار طولانی بود، اتاقای بازجویی خیلی کوچیک بود، یه اتاق مربع کوچیک، بعد صندلی منو میذاشت رو به دیوار، یه چراغ روشن میکرد با چشم بند، خودش خیلی نزدیک به من میشست و شروع به بازجویی ممتد و طولانی میکرد. شاید ساعت‌ها نه، ولی مثلا یک ساعت به من میگفت با صدای آروم النجات فی الصدق. یا مثلا شاید 2 ساعت منو میذاشت اونجا، 3 ساعت منو میذاشت اونجا و میرفت. و بعد این تیکه شعر شجریان که وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، اینو مرتب تکرار. بچه هایی که با مادرشون تو سلول انفرادی بودن، اینا به زندانبانا میگفتن خاله. و این خاله ها خب گاهی هم به این بچه ها میرسیدن، ولی چاره نبود. خب این بچه هم باید با مادرش تو سلول انفرادی بود، مادر معتاد بود، بعد دائما قرص میخواست، سیگار میخواست، میکوبید به در. بعضی وقتا این بچه ها شروع میکردن به التماس کردن که به مادر ما قرص بدین که بخوابه، برای اینکه بچه ناراحت بود از بس مادرش فریاد میزد. یه چیزی که اونجا خیلی بد بود این بود که چون همه مرد بودن و اینا دستور داشتن که وقتی کسی میره حمام درو نبندن، وقتی منو برد حمام به من گفتش که نمیشه درو ببندی. من نگات نمیکنم ولی نمیشه تو درو ببندی. اینو نگهبان گفت. و خب این خیلی عذاب آور بود. آهان، بعد یادمه که یه نگهبان خیلی پیری اونجا بود، خیلی پیر بود. و بعد من گفتم من دیگه حمام نمیخوام برم. بعد یادمه که یه نگهبان خیلی خیلی پیری اونجا بود که سرطانم داشت. فقط نگهبان بود. شبا میمد. اون یه روز اومد به من گفت ببین من میخوام کار خلاف بکنم. چون من 3 تا عروس دارم یا 4 تا عروس دارم. تو رو فکر میکنم مثل دختر خودم، مثل فامیل خودم. چیزه، من نصف شب میام دنبالت. تو فقط بی صدا بیا بیرون، من میبرمت هموم در رو میبندم. و هیچ وقت یادم نمیره که این پیرمرد 2 دفعه اومد دنبال من و آروم
توی 30 سال گذشته جامعه ایرانی دچار تغییرات بسیار جدی شده و بیشترین تغییرات در زمینه زنان و بین جمعیت زنان بوده. مثلا سال 1982 فقط 30% دانشجویان دانشگاه دختر بودن، ولی از سال 2000 میلادی همینجور این رقم رو به افزایش رفته و همیشه بالای 50% بوده. پارسال تابستون اعلام کردن که 63% قبول شدگان زنان بودن. مشخصه که با تحصیلات بیشتر زنان میخوان که بهشون احترام گذاشته بشه، براشون کار باشه، توی زندگی خودشون چه شخصی چه اجتماعی کنترل داشته باشن و هیچ کدوم از اینا توی جامعه ما به لحاظ سیاسی یا فرهنگی وجود نداره. وقتی زنان بیشتری رو در دانشگاه ها دارید و این زنان در جامعه دارن بیشتر فعالیت میکنن، تعداد زنانی که دارن کار میکنن و نونبیار خونه ها هستن، طبیعتاً وقتی این یه مقدار از اون حاکمیت صرف مرد داره کم میکنه. این نکته خیلی مهمیه. شاید روزی که من ازدواج کردم خانمم هیچ وقت فکر نمیکرد که بخواد کار بکنه، چون از یک خواستگاه سنتی تر میومد، ولی درس خونده بود و من برام خیلی مهم بود که بتونه اون هم تاثیرگذاری خودش رو مثلا تو جامعه کوچیک خودمون در خانواده بذاره. Personally I think the Iranian population, the Iranian people are the most evolved in attaining that freedom. Way more evolved than the Egyptians and the others. Why? Because they are the only population who have elected Sharia and who have lived with it. They're the only ones with experience. They're different from the Saudis because the Saudis didn't really go to the ballot box to vote for the Wahhabis. Wahhabi Islam was imposed on the Saudis. But the Iranians' aversion to the Shah led them to put their trust in Ayatollah Khomeini. And they are now living with the consequences of that trust. And so they are the only people with experience of Sharia law. They are the only ones who can really talk about what it looks like in day-to-day life. The Turks and the Egyptians are still romanticizing about justice and Allah's law and so on. But the Iranians are not, it's not a romantic comedy for them. It's real life. یه تحولات عجیب و غریبی در ایران اتفاق افتاده و تابوهای شکسته که در زمان شاه حتی این تابوها نشکسته بود. مثل روابط زن و مرد. علنی نیست، ولی این روابط تا جایی که ما اطلاع داریم از طرف دخترها مخصوصا حقشون تلقی میشه. It's such an interesting place. I mean, anthropologically speaking. Girls, you see them in society, they behave a certain way, then they go into these parties and they take off their hijabs and they are just like wearing absolutely nothing, makeup to the, you know, like layers and layers of makeup. It's almost the government has created these groups of people, this younger society, which was supposed to be their society. They were supposed to go through the sort of dogma of the Islamic Republic and become good Muslims. But the opposite has happened. Whereas everything the government tells them to do, they do the opposite, and they do it tenfold. یکی از بزرگترین دستاوردهای جنبش زنان غیر ایدئولوژیک کردن و در واقع این خط قرمز رو برداشتن بود. یعنی در زمانی که تمام گروه های سیاسی حرف ایدئولوژی، ایدئولوژی، ایدئولوژی میزنن، اسلام، اسلام، غیر اسلام، این همه چی قالب ایدئولوژیکه، یه دفعه یه سری زن میان وسط و میگن ما کاری نداریم تو مسلمونی، من نیستم، کاری نداریم تو باهایی هستی، من نیستم، کاری نداریم تو چپی هستی، من نیستم، ما کاری نداریم که شوهر تو اعدام شده، شوهر من پاس داره. و واقعا این اتفاق افتاد، واقعا این اتفاق افتاد. یعنی من خودم، شوهرم سپاهی بود، من میشستم کنار زنی که شوهرش اعدامی بود و ما فصل مشترک داشتیم و جفتمون تغییر کردیم. هم اون از اون همه ایدئولوژیک بودن چپ اومد پایین و هم من از اون همه ایدئولوژیک بودن اومدم پایین و رسیدیم به یه نقطه برای یک حرکت اجتماعی، یه گفتمان مشترک. Thank you.
جنبش سبز بزرگترین دستاورد به نظر من جنبش زنان بوده. The connection, the role of women in the green movement, I think is absolutely paramount. And during the election campaign of 2009, it's perfectly obvious that the revolutionary leader was not Mir Hossein Mousavi, but his wife. Because she used to show up at rallies, head covered, and all of that, and she would say, I am a religious woman. I wear the veil, and I believe that all women should wear the veil. But for those women who do not want to wear the veil, God bless them. That's fine with me. And when I first saw that, I said to my wife, well, that's the end of the Islamic Republic. دختر فراری بود، نمیدونست کجا زندگی بکنه. مثلا فرض کنین دفتر منو پیدا میکرد میامد، بعد من میدیدم خب این دختر پدرش یه آدم نمیگم مهم سطح بالا، ولی یه آدم کاملا مسئول در جمهوری اسلامیه و این دختر از دست پدرش فرار کرده بود برای اینکه میخواست از یه شوهر تحمیلی طلاق بگیره. پدرش گفته بود مثلا من سرشو میبرم، حالا سرشم نمیبرید، ولی به هر حال از این تهدید نگران شده بود، اومده بود، اصلا معلوم نبود کجا میخوابه کجا میره. مجموعه ای که این حکومت تو داره را میبره، حرکت میکنه باهاش، از نظر اقتصادی، اجتماعی، اداری، سیاسی، هر جوری که فکر کنی، این مجموعه الان مشکل اساسش با دختره خودشه. بسیاری از بچه های نسل نسل یعنی فرزندان اصلاح طلبا که الان دخترهایی هن که کاملا آزاد دارن زندگی میکنن، خودشون هستن، هر جور دلشون میخواد لباس میپوشن، هر جور دلشون خواست درس میخونن و آدم های بسیار با اصولی هم هستن، ولی اصلا شبیه پدر مادرشون نیستن. Je suis révolutionnaire. من یک انقلابی هستم. تا آخرش همینطوری با سینه بزنید. بعد از تو نیزنشینم. جنبش زنان یعنی چیزی که اتفاقی که داره میفته، مبارزه زنانی که مبارزه سیاسیه، جنبش سیاسیه. اگر جنبش سیاسی رو جنبشی تعریف کنیم که در صدد کسب قدرت سیاسی یا تغییر قدرت سیاسی است، اون چه که به نام جنبش زنان در ایران مشهور شده جنبش سیاسی نیست. گرچه در ایران واقعا تمایز بین سیاسی و غیر سیاسی اگر نگیم امری محاله واقعا دشواره، چون دولت و حکومت در همه جا حضور داره، از خور و خواب و شهوت حضور داره تا چیزهای دیگه. بنابراین پوشیدن و خوردن و نوشیدن و رفتن و آمدن شما همه و همه چیز به دولت یعنی به سیاست راجع میشه، بنابراین همه زندگی شما ناخواسته سیاسیه و بنابراین هر جنبشی هم با هر گونه مرزبندی خودش رو تعریف کنه ناخواسته سیاسی است. Iran has a Nobel Prize winner doesn't dare set foot inside the country. That's a story. You don't see that very often.
فضای کاری جنبش زنان همیشه یک فضای امنیتی بوده، با توجه به اینکه بیس کار رو گفتیم ما همیشه کنشگر مدنی هستیم، اما مقابله‌ای که با همون شده مقابله امنیتی و سیاسی بوده. با تیر زدن اونجا قاضی بود و نماینده مدعی العموم که یک شرح نمیدونم چهار یک ساعت و نیمه خوند، یک کیفر خواست خوند که مثل قصه بود، همه چیز توش بود و بیشتر از همه سیامک تو این کیفر خواست بود که اصلا ربطی به کنفرانس برلین نداشت. بله. و بعد یهو استناد کردن به یه برگ بازجویی من که من گفتن که شما خودت گفتی که شوهرت چه کارایی کرده در دورانش، گفتم به من نشون بدین شاید یادم رفته، گفتم یه برگ بازجویی در بودن که من نوشته بودم که سیامک پورزند در حوزه سینما بیشتر فعال بوده و در 18 سالگی سینه کلوب ایران رو به وجود آورده. همین رو گرفت نماینده مدعی العموم، گفت خودت گفتی که سینه کلوب، سینه کلوب معنیش چیه؟ معنیش اینه که شوهر تو کلوب درست کرده بوده، بعد زنایی که سینه های خوبی داشتن تو این کلوب می آورده، مردای دربارم دعوت می کرده به این کلوب. من وقتی موضوع رو اینجوری دیدم دیگه فاتحه خودم و سیامک و همه رو خوندم، من که این جهل دیگه جهلی نبود که شما بتونی باهاش کاری بکنی. از همه این برای همه اینا پرونده های اخلاقی دارن، همم سنین بالای 60 اگه بالای 70 نباشن، اگه بالای 70 نباشن دست کم بالای 60، ولی اینا به عنوان نویسندگانی که در براندازی نرم دخالت دارن همه اینا پرونده، یکی پرونده تریاک و الکل و نمیدونم زنا و اینا همه دیگه چیزایی پیش پا افتاده است. پرونده اخلاقی من والا منو که در حالی که داشتم آبجو میخوردم گرفتن توی خونه آتاشه فرهنگی آلمان. این بازجو یک بازجویی بود خیلی شبیه، هم خیلی قیافه ترسناکی داشت و نگاه خیلی ترسناکی داشت و هم منو بین دو تا چیز همیشه بازی میداد، یا باید اعتراف سیاسی میکردم یا اعتراف جنسی. نصف شب میمد دنبالت، یه راهروی بسیار باریک بود، چشمند برات میزد و ساعتها توی این راهرو میبردت و بهت میگفت که مثلا یه جمله رو تکرار کن. مثلا به من ساعتها میگفت که تکرار کن که من از شوهرم متنفرم، و بعد میگفت که بگو که مثلا به فلانی علاقه مندم، به یه مرد سیاسی. این گفتار ناموس محور که من اسمشو میذارم گفتار ناموس محور، نگاه ناموس محور، یکی از ابزارهای شکنجه به صورت سنتی تو جمهوری اسلامیه. بازجویی به لحاظ روانی طرف خودشو تو استیت والد قرار میده به اصطلاح روانشناسی. ببین شما توی استیت والد قرار میگیری، به خودت حق میدی یه سوالی بکنی که طرف یهو از پوزیشن برابر بیفته تو پوزیشن کودکش، شروع کنه به توضیح دادن. کاری که بازجو میکنه اینه که این فضای
والد کودک رو برات میسازه و یک والد مسئولی میشه که گاهی اوقات خیلی خوش اخلاقه، گاهی اوقات خیلی بد اخلاقه و تو رو تو این بازی قرار میده که برای اینکه اون بابا خوش اخلاقه رو پیدا بکنی بهش باج بدی، بهش اعتراف بدی، اگه مقاومت بکنی اون بابا بد اخلاقه میشه. برای من اونجا اون فضا اینجوری بودش که بازجو با پدرم و با شوهرم تو جاهایی که منو سرکوب میکردن یکی میشد، گاهی جاها کاملا جاشونو با هم عوض میکردن و من برای اینکه بتونم با بازجو مبارزه کنم باید با این نقش مرد سرکوبگر زندگیم باید مبارزه میکردم. کاری که من توی اونجا میتونستم بکنم این بود که این ساختار رو بشکنم، این ساختار سرکوبگر ذهنی که بهش میگن سایه پدر سالار، اونی که تو ذهنته، اگه من اون رو بشکنم میتونم اون بازجو رو هم بشکنم و این کار رو کردم. و میدونی چجوری شکستم؟ نگاه اون این بودش که تو یه زن مجردی و چون یه زن مجردی پس رابطه جنسی داری، پس رابطه جنسی تو برای من تعریف کن و اینجا یعنی بابام دیگه، یعنی شوهرم دیگه، اینجوری. وگرنه چه معنی داره یکی بیاد وایسی تو این موقعیت برای تو اینجوری حرف بزنه؟ و یعنی که تو تن دادن به اون کلیشه ها و رفتاری جنسیتی که تو باید به عنوان یه زن توضیح بدی که نه من به خدا زن نجیبیم، من خیلی آدم با حیاییم، اصلا من کار بدی نکردم. تو اون نقشه رو هی میخواد برای تو باز تولید بکنه و چون تو و تو احساس گناه بکنی برای اینکه زن با حیایی هستی ولی نتونستی به حیا، داره تو رو وادار میکنه که با حیا نباشی با این اعترافا، در نتیجه احساس گناه بکنی و بشکنی. چجوری مقابله کردی؟ یعنی منظورم خب اعتراف کردم، به اعتراف نکردم، نوشتم اوکی میخوای که من رابطه جنسی رو تعریف کنم، اینا رابطه جنسی نوشتم. ولی هیچ زن این کارو نکرده بود تا اون موقع شاید، و برای اینکه برای زنها خیلی مقاومت زنها در مورد اینکه ثابت بکنن با حیان خیلی زیاده. حال نیستم من اینجوری میکرد تو بیهجابی، سکولاری، مشروب میخوری، با مردم رابطه داری، آره همه اینا هستم، حالا چی؟ ببینید اینکه تو قالب رو بگیری مفهوم ازش جدا بکنی، این کاریه که دیوونه میکنه بازجو تو، این کاری که جمهوری اسلامی رو دیوونه میکنه و روزمره جمهوری اسلامی الان هم با همین مفاهیم افتاده به جون مردم. یعنی وقتی میخواد بچه های سبز رو بکوبه توی تلویزیون و اینا، عکس دخترها رو نشون میده که مثلا روسریشون عقبه یا مثلا اینا لاعبالی هن، اینا هنوز هم که هنوز کسایی رو که بازجویی میکنه میخواد از طریق این چیزا به عنوان آدم های لاعبالی نشون بده. آقا یه روز بریم همه هم بگیم ما هم رابطه جنسی داریم، هم مشروب میخوریم، هم بیهجابیم، ولی آدم های آزاده هستیم، دروغ نمیگیم، دزدی نمی کنیم، به کسی ظلم نمی کنیم و همه این کارا رو هم که می کنیم تو چارچوب اخلاقی خودمون می کنیم، اخلاقیات خودمون رو داریم. یه روزی مردم تو جمهوری اسلامی یا سیاست مدارا تو جمهوری اسلامی بتونن اینجوری حرف بزنن، اون روز جمهوری اسلامی واقعا عوض میشه و دموکراسی میاد. Is going to be the one that changes. If any change is going to come, it's going to come through the women of Iran. And but I'm not trying to diminish what men are doing, but I really believe that for the past 31 years, women have gotten the short end of the stick.
من اطمینان دارم، برای من این روز روشنه که جنبش زنان ایران و فعالیت‌های زنان تو ایران حتما به نتیجه خواهد رسید و اگر همه مردم در ایران سکوت بکنن، اگر که اینطور نخواهد شد، زنان در ایران سکوت نمی‌کنن. To say that a woman is worth half a man is an outrage. It's a moral outrage, it's a legal outrage. In a country where after all human rights began. Cyrus was the first advocate of human rights in human history. If an Iranian women's movement succeeded in gaining more rights for Iranian women, which are already, incidentally, much more extensive than rights for Saudi women, that could have a kind of a domino effect, very likely to, in fact. این مبارزه سنگینیه. توش اسلحه نیست. اما همه چیز اسلحه هست. هر کلمه اسلحه هست. هر حرکت اسلحه هست. یک تارموی دختر وقتی پیداست اسلحه هست. روژ لب اسلحه هست. آواز خوندن اسلحه هست. نفس برادر